از دیرباز بررسی و جمع‌آوری اطلاعات از دریاها و اقیانوس‌ها جهت دریانوردی و حمل و نقل از طریق راه‌های آبی معمول بوده. از نقشه‌های دریایی پورتلاند در قرن 13 میلادی گرفته تا چارت‌های ناوبری دریایی. این چارت‌ها به منظور هدایت کشتی‌ها تهیه شده و در آنها مسیر حرکت کشتی‌ها در آب‌ها و کانال‌ها، پهلوگیری کشتی‌ها و علائم مخصوص دریایی ثبت شده. اطلاعات و نقشه‌های دقیقی که امروزه از طریق ماهواره‌ها به دست ما می‌رسد، اهمیت زیادی در تهیه نقشه‌های دریایی دارند. جهت آسانی کار، در روی نقشه‌های دریایی کلیه اطلاعات و مشخصات لازم با سمبول‌هایی تعیین گردیده که در سراسر جهان تقریباً به صورت یک نواخت و هماهنگ می‌باشند. اگر نقشه‌های دریایی وجود نداشتند چه اتفاقی می‌افتاد؟ کشتی‌ها در دریاها گم می‌شدند، به هم می‌خوردند، یا اینکه هیچگاه به مقصد نمی‌رسیدند. عکس‌برداری‌هایی که اخیراً توسط ماهواره از زمین شده، وجود منابع سرشار و مدفون در کف اقیانوس‌ها و به خصوص نفت را تایید کرد. سویی تقریباً قسمت اعظم تجارت بین‌المللی از طریق راه‌های آبی انجام می‌شود. از این رو نیاز به داشتن چارت‌های دقیق جهت یک ناوبری مطمئن دریایی و بست و گسترش بنادر و تأسیس اسکله‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. در حال حاضر مؤسساتی در دنیا وجود دارند که چارت‌ها یا نقشه‌هایی از تمام آب‌های زمین را تهیه می‌کنند، که یکی از آنها مؤسسه ایست بین المللی به نام ادمیرالیتی چارت. به منظور بررسی اعماق رودخانه های بزرگ، دریاچه ها و دریاها، نقشه هایی تهیه می شود که به نقشه های عمقیابی یا هیدروگرافی معروف شدند. برای تهیه این جور نقشه ها، گروه هیدروگرافی در محل به چند قسمت تقسیم شده، گروه‌هایی با دوربین روی خشکی می‌ایستند و عده‌ای داخل قایق هیدروگرافی که دارای دستگاه عمقیا و بقیه ادوات لازم است قرار می‌گیرند. با فرستادن امواج صوتی و اندازه‌گیری رفت و برگشت آنها، ارتفاع و عمق آب تعیین می‌شود. گروه‌هایی که در خشکی قرار دارند، جهت و مسیر حرکت قایق را کنترل می‌کنند و اطلاعات لازم را جمع‌آوری و یادداشت می‌نمایند. آماده، آماده. با پایان عملیات هیدروگرافی، اطلاعات جمع‌آوری شده به مرکز گروه فرستاده می شود تا با استفاده از آنها نقشه های هیدروگرافی تهیه شود. برای اولین بار دانشمندان ایتالیایی هیدروگرافی دریاها را شروع کردند و اولین نقشه های عمقیابی در اقیانوس اطلس جهت برقراری کابل‌های زیردریایی
دیسینگ و تلگراف تهیه شد. در اینجا بد نیست به نقشه های آبیاری نیز اشاره ای بکنیم. این دسته نقشه ها برای بررسی آبهای سطح زمین و بهره برداری از آنها تهیه می شود و کمک فراوانی به امور عمرانی و کشاورزی می نماید. بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که در ساختن سطح ها و حتی پس از اتمام ساختمان سطح نقشه هایی تهیه می شود که شکل پایداری دیواره های بستر و ساختمان آن را نیز نشان می‌دهد.